أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. آمين يا رب العالمين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعاً ورحمة الله وبركاته. تسلیت عرض می‌کنم فرا رسیدن ایام مصیبت عظما و مصاب اعظم تاریخ، شهادت سبت نبی مکرم اسلام حضرت سید الشهداء ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه را به پیشگاه قطب دایره امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مراجع عظام تقلید و تمامی شیعیان، موالیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین در هر کجای این عالم که هستند، امیدوارم خداوند به برکت مجالس سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه و به برکت اقامه شعائر حسینی ما را از آمرزیده شدگان، از مورد رحمت قرار گرفتگان و از حسینیان انشاءالله قرار بدهد. شب نخست مجالس حسینی است در خیمه امام حسین صلوات الله و سلامه علیه و آنچنان که رسم مجالس شب اول است، این مجالس اختصاص می‌یابد و این مجلس اختصاص می‌یابد به شناخت جایگاه
حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه و عزاداری برای سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه آن اندازه که در وسع و امکان و فهم گوینده است و شنونده. و ما هم این شب اول رو اختصاص خواهیم داد به این بخش از و این به این جنبه از عاشورای حسینی. اما سرفصل کلی که در این پنج شب خدمت بزرگواران خواهیم بود، سیمای حضرت سید الشهدا امام حسین صلوات الله و سلام علیه در قرآن کریم است. شاید کمتر شنیده باشیم یا خوانده باشیم که در قرآن کریم سوره‌ای به طور کامل، یک سوره کامل در شأن سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه، در شأن حرکت ایشان از لحظه خروج از مکه تا لحظه شهادت نازل شده است در قرآن کریم. سوره سراسر رمز و راز که جز تأویلش، تأویل این سوره و تفسیر این سوره و مصداق این سوره از قرآن کریم، جز نام نامی حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه نمیتواند باشد. یک سوره کامل در قرآن کریم که انشاءالله خواهم رسید و آیاتی از قرآن کریم که نازل شده است در شأن حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه، در چه روزی؟ در روز خلقت آدم، که امشب انشاءالله اون رو عرض خواهم کرد. اما قبل از ورود به اون، ما چون حاضر می شویم در مجالس حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه در این شبها و در دو ماه محرم و صفر، باید بدانیم که جایگاه این مجالس و جایگاه عزاداری برای سرور و سالار شهیدان چه جایگاهی است و تا کجا می توان عزاداری کرد و چگونه باید عزاداری کرد. چون شرط اول حضور در یک محفل شناخت نسبت به غایت، هدف و صاحب آن محفل و آن مجلس است طبیعتا. پس ما باید این شناخت رو در مرحله اول و در مرحله نخست پیدا کنیم. بنده دو روایت عرض می کنم، دو حدیث شریف عرض می کنم خدمتتون. یکی از وجود مقدس امام اول حضرت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه در شأن عزاداری برای سید الشهدا، و حدیث دیگر از امام دوازدهم حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، تا ببینیم جایگاه چیست، مجلس و مجالس سید الشهدا و عزاداری برای سید الشهدا چه شأنی دارد و چرا این شأن قرار داده شده در قرآن کریم. و آیات رو که امشب یک آیه رو عرض خواهم کرد و شبهای آینده آیات دیگری که در شأن سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه، آنگاه در خواهیم یافت که چرا این شأنی و این چنین منزلتی. بنده همیشه در این فکر بودم که حقیقتاً چه چیزهایی در میان اصحاب انگشت شمار امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه، کسانی که وفادار ماندند بعد از پیامبر، چه چیزهایی وجود داشته است که اینان به این جایگاه رسیدند. یک نکته هست، وجه مشترک سلمان، مقداد، ابوذر و عمار، این چهار چهره برجسته‌ای که بعد از پیامبر اکرم ماندند همراه حضرت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. وجه مشترکی که یافتم و عرض خواهم کرد طی این شبها، اولیش رو امشب درباره جناب ابوذر رضوان الله تعالی علیه عرض می کنم، آن است که
اشاره به مقام و ارجمندی سیدالشهدا صلوات الله و سلام علیه رو آن به آن و لحظه به لحظه و در سخت ترین شرایط این بزرگواران فراموش نکردن. نشانش رو عرض می‌کنم. ابوذر غفاری رضوان الله تعالی علیه در زمان عثمان لعنت الله علیه تبعید می‌شود به کجا؟ به ربضه. بعد از اینکه دستگیر میشه توسط حکومت عثمان و شکنجه هم میشود، جناب ابوذر تبعید میشه به ربضه. قبل از تبعید جناب ابوذر در مدینه عده‌ای میآیند بدرقه، از جمله حضرت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، امام حسن مجتبی و امام حسین سیدالشهدا صلوات الله و سلام علیه میآیند بدرقه جناب ابوذر در مدینه که ایشون خب در حال تبعید. جملاتی رو امیر مؤمنان میفرماید در وصف ابوذر که الان جایگاهش نیست، الان موقعش نیست، اما مردم از یه عده‌ای که آمدن بدرقه به ابوذر میگویند که یا ابوذر ابشر فهذا قلیل فی الله تعالی. ابوذر نگران نباش، تحمل این سختی ها و رنج ها در راه خدا کمه، صبور باش، تحمل کن. تو پیامبر این بشارت رو به تو داد که به دست یکی از نامردترین نامردمان تبعید میشه به ربضه و این وعده پیامبر در حال تحققه و این شرف رو تو نائل شدی بهش. ابوذر حسین شناسی رو ببینید، ابوذر چرا میشه ابوذر، ببینید اینجا رو نگاه میکنه به چهره دلربای حضرت سیدالشهدا، اشک در چشمان ابوذر حلقه میزنند. در اون شرایط سخت، شکن تازه از زیر بار شکنجه آمده بیرون، در حال تبعید به ربضه است، نگاه میکنه به جمال سیدالشهدا، اشک در چشمان ابوذر حلقه میزند، میگوید ما ایسر هذا، این که خیلی آسونه، ولکن کیف انتم، ولی وای به حال شما امت، چه خواهید کرد؟ اذا قتل هذا، اشاره میکند، اذا قتل هذا، اذا قتل الحسین ابن علی علیهم السلام قتلا و ذبحا، اما وای به حال شما امت، چه خواهید کرد آن روزی که این را، یعنی امام حسین صلوات الله و سلام علیه را، میکشید شما امت قتلا و ذبحا. مصیبت من ابوذر کم است در برابر آنچه بر این سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه خواهد گذشت. والله لا يكون في الاسلام بعد قتل الخلیفه، یعنی قتل حضرت امام علی صلوات الله و سلام علیه، اعظم قتیلا من، قتیلی و کشته عظیم تر از سیدالشهدا صلوات الله و سلام علیه وجود نداره. و ان الله سيسل سيفه على هذه الامه. ابوذر این اخبار رو از کجا میدونه؟ اخبار رو غیر از اینه که یا امیر مؤمنان باید به او داده باشد یا پیامبر اکرم، چون اخبار غیبی است، ابوذر که خودش به تنهایی رضوان الله تعالی این اخبار رو نداره، یا باید از امیر مؤمنان گرفته باشه، یا پیامبر اکرم، یا وجود صدیقه کبرا، یا امام حسن مجتبی. و روایت دیگری از امام صادق که درباره این روایت ابوذر سوال کردند، حضرت میفرماید ابوذر از علی ابن ابی طالب روایت کرد و علی ابن ابی طالب نمیتوانست تصریح کنه در اون روزگار یا به دست ما نرسید، ابوذر برای اینکه در تاریخ بماند ثبت برای همیشه، در ملأ عام جلوی عمال معاویه، جلوی عمال عثمان تصریح کرد به این جملات، و ان الله سيسل سيفه على هذه الامه لا يغمده ابدا. وای به حال شما امت، این حسین ابن علی را میکشید، خداوند تبارک و تعالی شمشیر خود را از نیام برخواهد کشید بر این امت، چرا که مظلومی را کشتند و این شمشیر تا روز ظهور مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف، به نیام نخواهد رفت و امت مصیبتی از پی مصیبتی خواهند کشید به واسطه این کاری که کردند. بعد حضرت میفرماید و انکم لو تعلمون ما يدخل على اهل البحار. حالا مصیبت میخونه ابوذر، ببینید ابوذر چطور شناختی سیدالشهدا رو. و انکم لو تعلمون ما يدخل على اهل البحار،
و سکان الجبال فی الغیاب والآکام و اهل السماء من قتله لبکیتم حتی تزهق انفسکم. اگر شما میفهمید، امیر مؤمنان فرموده به ابوذر، ای مردم اگر میفهمیدید حال ملائکه را بعد از قتل حسین ابن علی، اگر میفهمیدید حال زمینیان و آسمانها را، اگر میفهمیدید حال دریاها و کوهها و ساکنان و جانداران زمین و آسمان را، آنقدر در مصاب سید الشهدا و در مصیبت حسین ابن علی میگریستید، حتی تزهق انفسکم، یعنی تا آن آنقدر گریه میکردید تا جان از بدنتون خارج بشه. راوی ابوذر است، آن که حدیث شریف رو فرموده امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه. و ما من سماء یمر به روح الحسین، نگاه میکنه همه اینها، تصور کنید صحنه را، جناب ابوذر مینگرد به جمال حضرت سید الشهدا، این جملات رو میگه ابوذر، عشق از چشمانش راوی میگه داره میاد و این جملات رو میگه. و ما من سماء یمر به روح الحسین، هیچ آسمانی نیست که روح حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه از او گذر بکند، الا فزع له 70,000 ملک، مگر این که 70,000 فرشته آسمانی سراسیمه گریبان چاک بکنند و بر سر و سینه بزنند روح سید الشهدا، همین که رد میشه از هر کدام از این آسمان ها. یقومون قیاما، این ملائکه بلند میشن از جای خودشون، بر میخیزند. یقومون قیاما ترعد مفاصلهم، مفاصل چهار ستون وجود این ملائکه، حالا ملائکه وجودشون چطور هست، چهار ستون وجود این ملائکه و فرشتگان الهی میلرزد. 70,000 ملک، تصور کنید، الی یوم القیامه، تا کی؟ تا روز قیامت، یعنی از لحظه از بعد از ظهر عاشورا که این روح مطهر به آسمان رفت، تا روز قیامت این 70,000 ملک در آسمان ها چهار ستون بدنشون در ایستاده به احترام روح مطهر سید الشهدا و این گریبان چاک کرده در حال گریه، چهار ستون بدنشون میرزد. و ما من صحابتن، و هیچ ابری نیست و هیچ رعد و برقی نیست، کنایه از این که هر چه در آسمان و زمین است در اون لحظه، الا لعنت قاتل ابا عبدالله، مگر این که لعنت کند قاتل حسین ابن علی را. و ما من یوم الا و تعرض روحه على رسول الله فیلتقیان، و این دو روح مطهر، روح مقدس سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه، دمادم و لحظه به لحظه روح مطهر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میزبان روح سید الشهدا است. این جایگاهی است که ابوذر توصیف میکند. بعد وقتی میرسد به فراز الا لعنت قاتلو، ابوذر اشاره میکند، ها هی السقیفه هی التی قتلت الحسین، اشاره میکند ابوذر، نگاه کنید آنجاست که حسین کشته میشود، سقیفه، اشاره میکند ابوذر به سقیفه، راوی میگه انگشت ابوذر را که دیدیم ابوذر اشاره میکند به سقیفه. سقیفه یک جایگاهی بود که تا آخر حکومت غاصبانه عثمان لعنت الله علیه یک جایگاه مقدسی میدانستنش، اشاره ابوذر به اونجاست. این حدیث اول از وجود مقدس امیر مؤمنان که جناب ابوذر رضوان الله تعالی علیه راوی این حدیث شریف و جایگاه مصیبت و عظمت گریه بر حضرت سید الشهدا. اما حدیث شریف دوم رو عرض میکنم که برسم به بقیه مطلب، که سیمای حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه هست در قرآن. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح و نال تراب مقدمه الفدا زیارتی دارند به نام زیارت ناحیه مقدسه، که حضرت، دو روایت داریم، یک روایت است که حضرت هر شب جمعه که شب مخصوص زیارتی حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه هست تشریف میارن کربلا و این زیارت رو قرائت میکنن، بعضی روایات داریم که هر روز حضرت این چنین جدشون رو مخاطب قرار میدن. چطور؟ فَإِلَا اِنْ اَخَّرَتْنِ الدُّهُور، جد من
اگر زمانه و روزگار مرا در زمانه ای آورد که نتوانستم یاریت کنم. و عاقتنی عن نصرک المقدور، و قضا و قدر مانع از آن شد که من ناصر و یاریگر تو باشم. ولم اکن لمن حاربک محاربا، و با آن که با تو جنگی نتونستم بجنگم. ولمن نصب لک العداوه مناصبا، و با آن کس که دشمنی رو با تو، پرچم دشمنی با تو برافراشت، نتوانستم اون پرچم رو بر زمین بزنم. چه میکنم؟ خب نتونستم اینا رو. امام زمان، امام ولی امر حاضر ماست، امام زمان است، امام معصوم است، ولی الله اعظم است، حجت خداوند است که خدا میفرماید لولا الامام لولا القائم لساخت الارض به اهلها. اگر نبود وجود مقدس امام زمان، زمین و زمان در هم پیچیده میشد. حالا این امام زمان ایستاده است در برابر قبر جدشون، بارگاه ملکوتی جدشون سیدالشهدا، میفرماید جد من، اگر زمان و زمانه نگذاشت که من یاری کنم شما را، چه خواهم کرد؟ فلان دبنک صباحا صبح و شام گریه می کنم. لعندوبن نکه، ندب کردن در زبان عربی، اجازه بدید واژه ها یکم باز کنیم. ندب کردن در زبان عربی، کسی رو میگن ندب کنن، وقتی کسی خبر مرگ عزیزش بهش میرسه، در اون لحظه عرب کاری که میکنه محکم به صورت میزنه، تا جایی که جای ضربه این دست بر صورت میمانه و کبود میشه و یا موها رو میکنه. این حالت امام زمان است. میفرماید فلعندبن نک صباحا و مساء، یعنی از صبح تا شب کارم همینه. ولعبکین لک بدل دموع دما، و به جای گریه، به جای این اشک ها بر شما چه خواهم کرد؟ خون گریه میکنم. امام زمان ها، خون گریه میکنم. حسرتن علیک، حسرت بر تو سید الشهدا، و تأسفن علی ما دهاک، تأسف میخورم، تأسف بر آنچه بر تو گذشت جد من. و تلهفن، تلهف میدونید یعنی چی؟ تلهف یعنی این که شما، عرب وقتی بر مزار مردگانش حاضر می شود، سر خود را می کوبد به سنگ قبر. امام زمان می فرماید آنقدر سرم را می کوبم به این سنگ قبر توی سیدالشهدا، و تلهفن، چرا؟ حتی اموت، تا بمیرم، حتی اموت بلوعت المصاب، تا بمیرم بلوعت امام زمان میفرماید بلوع از داغ این مصیبت بمیرم، و غصت الاکتئاب، تا از این افسردگی جان به جان آفرین تسلیم کنم. این حال امام زمان ماست. امام زمان در این لحظاتی که بنده و شما اینجا نشسته ایم، امام زمان حالشون این چنین حالی است، وضع امام زمان ما این چنین وضعی است. حتی اموت بلوعت المصاب و غصت الاکتئاب. این کلمات رو انشاءالله فرصتی دست بده روز عاشورا، باید ببینیم این معنی این کلمات چیه. تلهفن، اندوبکه، معنیش واقعا عرب اینها احتیاج به فیلم داره. فیلم باید یکی بسازه حالت ندب رو نشون بده در سینما. ببین عرب وقتی ندب میکنه کسی رو، وقتی تلهف میکنه چی کار میکنه عرب، تا بفهمیم امام زمان الان چه حالی داره، دل امام زمان بر جدشون چگونه است در این لحظات. این وضعیتیست که عرض کردم حضرت امام زمان درباره مجالس سیدالشهدا و سوگواری برای سیدالشهدا حضرت بیان می‌فرمایند. اما بیاییم بحث قرآنی و تاریخی باز کنیم که حالا چرا حضرت سیدالشهدا و چرا این امتیازات ویژه برای امام حسین سیدالشهدا صلوات الله و سلام علیه، از کجا آمده است این جایگاه؟ یک بحثی مطرح میشه که اینجا من قصد ندارم مجالس امام حسین و دهه اول جای بحث‌های علمی آنچنانی و بحث‌های علمی صرف نیست، اما یک بحثی مطرح میشه این طرف و آن طرف درباره این که آیا نام حضرت امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه، نام اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، آمده است در قرآن کریم یا خیر.
این بحث دامنه‌داری است. بنده دو پاسخ عرض کردم قبلا. اولا این که ما قرآن کریم رو تنهایی و به تنهایی مصدر تشریع و مصدر حتی عقیده نمیدانیم. قرآن کریم رو قرآن کریم این نیتار کنفیکم مستقلن کتاب الله و عطرتی، این دو در کنار همه. این مطلب رو اول داشته باشیم به عنوان پاسخ اول، که حتی عرض کردم بارها کسانی که میخوان دنبال این مسیر برن باید نماز و روزه و همه عباداتشون رو ترک بکنن. کسانی میخوان دنبال فقط قرآن برن، این مسیر باطلی است و مسیری است که هیچ فرجام و سرانجامی ندارد. کسی هم که به این مسیر معتقد باشه مسلمان نیست، تعارف هم نداریم، چون اگر میتواند باید از داخل این قرآن کریم کیفیت یک کار ساده رو عرض کردن همیشه نماز صبح رو ساده تر از نماز صبح که درکته نداریم، تعداد رکعات نماز صبح رو از داخل این قرآن بیاره بیرون، هر کی همچین ادعایی داره. اما با این حال پاسخ دوم رو بنده عرض میکنم که چون به بحث من و به متن بحث ربط داره، و اون این که نام اهل بیت، نام امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در قرآن کریم آمده است، عرض کردم در جلسات قبل. اما این جلسات و این چند شب رو اختصاص میدهم به نام نامی سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه در قرآن کریم، که نام حضرت در قرآن کریم ذکر شده و حتی سوره ای در قرآن کریم در توصیف قیام عاشورا داریم ما، که جز با این تعبیر و جز تعبیر و تفسیرش به قیام عاشورا، امشب هم عرض خواهم کرد یک آیه از اون سوره رو، این سوره هیچ معنا و مفهومی نداره. مفسرین رو اقوالشون من خواهم آورد امشب، همین سوره که قرائت کردم در آغاز، والفجر و لیال عشر، هیچ تفسیری هیچ تأویلی ندارد مگر قیام سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه، اشاره خواهم کرد. اما آیه اول، آیه سیوم از سوره مبارکه بقره، خداوند تبارک و تعالی چه می‌فرماید در اونجا؟ و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. آغاز آفرینش است. من تاکید میکنم این وصفی که امام زمان صلوات الله و سلام علیه فرمودند، اون توصیفی که ابوذر رضوان الله تعالی علیه فرمود، همه و همه در گرو این است که این آیات قرآن کریم رو خوب دریابیم که حضرت سید الشهدا جایگاهش جایگاه ویژه است. از روز ازل، از خلقت آدم، قبل از این که آدم علی نبینا و آله و علیه السلام پیدا شود بر روی زمین، در اون محاوره‌ای که در آغاز خلقت بود، نام نامی سید الشهدا بوده است و وجه و سخن از قیام سید الشهدا بوده است. حالا میرسیم. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خداوند تبارک و تعالی فرمود به ملائکه که من میخواهم آدمی، انسانی بر روی زمین بیافرینم. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلم. این آیه رو اگر بخوایم درباره صحبت کنیم، ده شب که محرم که هیچ، و درباره جایگاه سید الشهدا در این آیه، ده شب محرم، ده شب اول که هیچ، ماه محرم و سفر هم کم است، فقط درباره همین آیه و نکات این آیه که مربوط به حضرت سید الشهدا است، و وقتی به تفسیر ائمه، تفسیر مفسرین رو وقتی مراجعه میکنیم، میبینید سردرگمن که میگن خب این ملائکه اولا کجا دیده بودند؟ هنوز که آدمی آفریده نشده، که ملائکه خطاب به خداوند تبارک و تعالی میفرمایند که آیا کسی را میآفرینی که میخواهد در این زمین خونریزی کنند؟ اینو مفسری نمیتونن پاسخ بدن، هنوز که آدمی آفریده نشده. اینا پس چرا جر رو بحث میکنن؟ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء، و در حالی که مای ملائکه نسبح بحمدک و نقدس لک، مای ملائکه تسبیح میگوییم و حمد تو رو به جای میآوریم، اگر مقصود این است که خب ما این کار داریم انجام میدیم، چرا میآفرینی؟ اینجا هم مفسرین نمیدونن چه ربطی داره بین تسبیح و حمد و این مسئله خلیفه و نجاعلون فی الارض خلیفه، اینا نمیتونن توضیح بدن. این آیه از غوامز آیات قرآن و خیلی معنیش پیچیده است، نمیتونه هیچ مفسری که
دست در دامان و دست در مکتب اهل بیت نداشته باشه نمیتونی اینو توضیح بده. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اینو که دیگه هیچ مفسری توضیح نداده، حتی گمان زنی هم نکردن. حسب استقراء ناقص بنده از کتب تفاسیر، هیچ کدام از مفسرین درباره آنچه خداوند میدانست، خداوند فرمود ای ملائکه من چیزی را میدانم که شماها نمیدونید، بی خود جر و بحث نکنید. مفسرین هیچ کدام نمیگن این آنچه خداوند میدانست چه بود، و بعد هم خداوند بیان نفرموده که در آیه. چرا؟ چون باید بریم سراغ اهل علم، الراسخون فی العلم، ببینیم چه میفرمایند درباره این که انی اعلم ما لا تعلمون. من سال گذشته وعده داده بودم که درباره این آیه صحبت کنم، امشب رو اختصاص دادم به همین آیه. حالا امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه این آیه رو کاملا تفسیر میفرمایند. میفرمایند آنگاه که خداوند تبارک و تعالی اراده فرمود به خلقت این آسمان، به خلقت آدمی بر روی زمین، پرده از جلوی چشم این ملائکه برداشت، دیدند احوال زمینیان رو، یعنی آنچه در آینده اتفاق میفته، این یک بخش رو خداوند به اینها نشون نداد. چرا؟ چون قرار بعضی از ملائکه آزمایش بشن. اینجا هم درباره قرآن این رو عرض بکنم که ابلیس رو بعضی از مفسرین باز میگن که جزء ملائکه بوده، نه، بعضی از جن آنقدر عبادت انجام داده بودند که ارتقا پیدا کردن، آمدن در میان ملائکه. اینها مدت به مدت مورد آزمایش قرار می گرفتن بنا به حدیث امام صادق صلوات الله و سلام علیه که میزان اخلاصشون سنجیده بشه و غربال بشن. خداوند تبارک و تعالی در مسئله خلقت آدمی اینطور آزمایش کرد که ملائکه رو از اونهایی که هنوز همچنان یک مقداری با نپذیرفته و تسلیم امر حق نبودند باز شناخته بشن. امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه می فرماید که بله، نشان داده شد به این ملائکه که ببینید این زمینیان چه خونریزی ها می کنند، و ملائکه دیدند. رأوا ما یعملون فیها من المعاصی و سفک الدماء و الفساد فی الارض بغیر الحق. ملائکه همه این صحنه ها رو دیدند. این صحنه ها رو که دیدند، ملائکه خطاب به خداوند تبارک و تعالی فرمودند که هؤلاء خلق الضعیفون الذلیلون یتقلبون فی قبضتک و یعیشون برزقک و یتمتعون بعافیتک و هم یعصونک بمثل هذه الذنوب العظام. خدایا چرا میخوای این آدمو بیافرین؟ بعضی از این ملائکه گفتن چرا میخوای این آدمو بیافرین؟ اینایی که با سلامتی که تو به اونها دادی، با نعمتهایی که تو به اونها دادی، با رزقی که تو به اونها میدی، معصیت تو رو میکنند، فساد میکنند، میکشند، چرا این آدم رو میخوای بیافرینی؟ چی شده مگه؟ اینا اونایی بودن که در حقیقت ارتقاء مقام پیدا کرده بودن، اومده بودن بین ملائکه، اما هنوز تسلیم کامل نبودن، هنوز ولایتشون کامل نبود، آزموده شدن در همینجا. سبحانك اتجعل فيها من يفسد فيها، آیا کسی میآفرینی که در این زمین فساد کنه؟ حالا امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه میفرماید که انی اعلم ما لا تعلمون. ادامه این دیالوگ رو امیر مؤمنان کامل میکنه. انی اريد ان اخلق خلقا بيدي واجعل من ذريته من يملا الارض قسطا وعدلا بعد ما بعد ام ملئت ظلما و جورا. اونی که از ذریه‌اش قرار مهدی موعود بیاد کیه؟ امام حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه. خداوند تبارک و تعالی میفرماید انی اعلم ما لا تعلمون. ادامه دیالوگ رو امیر مؤمنان باب علم نبی صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکند که من انی اريد ان اخلق خلقا بيدي واجعل من ذريته من يملا الارض قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا. این انی اعلم مال، من اون چیزی که میدونم خداوند تبارک و تعالی میفرماید به ملائکه، آنچه من میدانم و شما نمیدانید کیست؟ حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه هست. ائمتن من ذریته، بعد از ذریه کی؟ از ذریه سید الشهدا قرار چی باشه؟ و عبادن صالحین ائمتن مهتدین،
جایگاه سید الشهدا رو ببینید در خلقت محاججه خداوند، خداوند با پیام با ملائکش حجت رو تمام میکنه، دلیل میاره. دلیل چیه؟ دلیل اینه که من میخوام سید الشهدای بیافرینم، امام حسینی قرار است باشد. این است که این خلقت موجه است. توجیه میکنند خداوند خلقت خودش رو، آفرینش آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، آدم ابوالبشر خلقتش با خلقت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه با نور مقدس سید الشهدا توجیه میشه. بعد حالا امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه دیدن امیر مؤمنان است. هر وقت به نام مقدس سید الشهدا میرسن مصیبت خان هم میشوند. ثم رفع عنهم الحجاب، پرده از جلوی چشمان ملائکه برداشت خداوند تبارک و تعالی. چه صحنه ای را نشان داد؟ دو صحنه. یک، صحنه ای که حضرت سید الشهدا در ظهر عاشورا، جایگاه این الان اشاره عرض میکنم و رد میشم، ظهر عاشوراست و در مقتل، آن لحظه ای که حضرت سید الشهدا سوار بر اسب میخوان سوار بشن، روانه میدان بشن، آخرین دیدار حضرت است، انجام دادن آخرین دیدارها رو، با خواهرشون وداع کردن، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله عازم میدان. این یک لحظه نشون دادن به ملائکه که ببینید همه این مصیبت ها، همه این رنج ها، باز میگه این بنده من بسم الله و بالله و علی سبیل الله و علی ملت رسول الله. ببینید این یک لحظه، لحظه بعد و فاجعه بدتر گودال قتلگاه رو نشون داد به ملائکه که حضرت سید الشهدا رو به آسمان در اون لحظه، من عرض میکنم امشب جاش نیست، در اون وصفی که حقیقتا همون روز عاشورا جایگاه بیانش هست و در مقتل فقط، حضرت رو به آسمان کرده است میفرماید که الهی روان برواک تسلیمن لقواک. اون جملات رو، اون عبارات رو حضرت به کار میبرند. خداوند محاججه میکند ملائکه را، خلقت آدمی رو به این دلیل. کی این روایت رو بیان میفرماید این وصف رو؟ امیر المؤمنان صلوات الله و سلام علیه. حالا به این قدر نه، این ملائکه‌ای که در حقیقت در صنف ملائکه بودن و عجله کردند، حکمت خداوندی رو در نیافتن، تسلیم نبودن، یک مقداری عجله کردن، این فرشتگان یا در صنف فرشته در آمدگان هم، چون نه حالا بی احترامی که قصدشون نبود، نمیدونستن که قرار حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه آفریده بشه، اما غفلت کردن، یک لحظه غفلت. خداوند امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه میفرماید فباعدهم الله من العرش مسیرت 500 عام، فقط به خاطر همین که غفلت کردن، غافل شدن، مقصود هم نبود ها. خداوند تبارک و تعالی به اندازه 500 سال از عرش خودش این ملائکه رو دور کرد. تا کی اینها دور بودن؟ الا ان ولد الحسین ابن علی صلوات الله و سلام. این ملائکه فهمیدن تا روز ولادت حضرت سید الشهدا، بعد از خلقت آدم تا روز ولادت حضرت سید الشهدا، این ملائکه خبردار شدن که حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه به دنیا آمده است. امیر مؤمنان میفرماید فرفعوا ایدیهم و سألوا الله بحق الحسین ان یغفر لهم، از خداوند تبارک و تعالی خواستند خداوندا به حق اون حسین ابن علی که ما غفلت کردیم در اون لحظه و اراده‌ای هم بر این غفلت نداشتیم، خداوند از این تقصیر ما درگذر. خداوند چه کرد؟ حالا امیر مؤمنان می‌فرماید درباره فضیلت زمین کربلا و حرم امام حسین صلوات الله و سلام علیه که از زمین کربلا، من ارض کربلا، رفع عمودن الی السما تسمى في عرش الله بيت الله المعمور. بيت الله المعمور را از زمین کربلا میدانند تا عرش خداوند، بيت الله المعمور شد خانه. گفت ملائکه اگر میخواهید بگذرم از کوتاهی های شما، دور این خانه طواف کنید تا از گناهان شما بگذرم. آن زمین کجا بود؟ آن بيت الله المعمور کجا بود؟ زمین کربلا. ان في هذا الارض يقتل ولد الحسين، امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه،
در این زمین فرزندم سید الشهدا کشته می شود. و حضرت اون توصیفاتی که ادامه بیان می فرماید درباره زمین کربلا و فضیلت زمین کربلا که اینجا مجال و فرصتش نیست، انشاءالله در فرصتهای دیگه در حالا ایام زیارتی اربعین یا هر مناسبت دیگری انشاءالله عرض خواهم کرد. این یک آیه قرآن کریمه که خداوند تبارک و تعالی می فرماید انی اعلم ما لا تعلمون، و خداوند علم خود را، علم منصوب به خداست، انی اعلم، خداوند می فرماید من می دانم. خداوند به علم خودش افتخار می کنه، مباهات می کنه در برابر ملائکه. علم خداوندی، در علم خداوند کیست؟ کربلاست و عاشورا و سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه. این یک مطلب، یک آیه قرآن کریم، آیه 30 از سوره بقره. کتب تفاسیر رو مراجعه کنید، هیچ کدام نمیتوانند این تفسیر عقلانی، کسانی که دنبال عقلانیتند در اسلام، دنبال خردند در اسلام، ببینند چطور میشه این آیه رو تفسیر کرد، غیر از این تفسیری که عرض کردم، غیر از این تعبیری که درباره انی اعلم و ما لا تعلمون رو ما در نظر بگیریم، هیچ جوری نمیشه این آیه رو، کما اینکه مفسرین هم نتونستن تعبیر و تفسیری پیدا کنن. خب این یک آیه. آیات دیگری هم هست که انشاءالله شبهای آینده عرض خواهم کرد، اما بحث کلی من سوره مبارکه فجر است که خداوند تبارک و تعالی می فرماید والفجر. آیه اول قسم به فجر یا قسم به سپید دم. امام صادق صلوات الله و سلام علیه یک حدیث شریفی دارن، خیلی جالبه این حدیث. می‌فرماید که اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. سوره فجر رو حتما در نمازهای واجبتون و نمازهای مستحبیتون بخوانید. فإنها، حالا می‌خوام جایگاه رو بیان کنم، نه اینکه یعنی امر مولوی نیست به تعبیر فقها، امر ارشادی است. میخوان جایگاه حضرت سیدالشهدا رو ضمن این کلام بیان کنن که اگر ما دستور داده باشیم، حتی دستور ارشادی که شما در همه نمازهای واجب و مستحب بخوانید، ببینید پس این سوره چه جایگاهی داره. حالا چرا این سوره فجر این چنین جایگاهی داره؟ چون که حضرت میفرماید فإنها، عظمت کلام امام معصوم امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فإنها سورة الحسین. نگید سوره فجر، بگید سورة الحسین صلوات الله و سلام علیه. از این بیشتر میخواید سوره در قرآن کریم؟ در باره موسی بن عمران ما سوره به نام سوره موسی که نداریم. در باره پیامبران الهی شاید نوح باشه و ابراهیم. سوره عیسی هم نداریم، اما این سوره، سوره الفجر، سورة الحسین علیه السلام. بعد میفرماید ورغبوا فیها. این سوره رو حتی اگر در نمازها هم نمیخوانید، همینطور خیلی زیاد بخونیدش، بر زبانتون، ورد زبانتون باشه. حالا چرا؟ به این دلیلی که عرض خواهم کرد، آیه سوره درباره قیام سیدالشهدا و درباره شخص حضرت امام حسین صلوات الله و سلام علیه است. بریم آیه اول، والفجر، سوگند به سپید دم. برید کتابهای مفسرین شیعه و سنی، شیعیانی رو که البته که حالا به هر دلیلی از روایات و احادیث شریف ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین استفاده نمی کنن برای تفسیر، میخوان حالا یک تفسیر بنا به الفاظ ارائه بدن، صرف و نحوی و به هر توجیه دیگری، شیعه و سنی رجوع کنید درباره این فجر. نمیدونم معنی سوگند به سپیددم، خب سپیددم چه چیزی داره؟ مثلا حالا این سپیددم چیه که خداوند بالاخره یک سپیددمی باید باشد، سپیددم مشخصی باید باشد که خداوند به او سوگند خورده باشد، یک جایگاهی داشته باشه. چیزی که خداوند به او سوگند میخورد باید جایگاهی داشته باشه، جایگاه خیلی بلند و مهمی. چرا خداوند قسم میخورد، سوگند میخورد که والفجر، سوگند به سپیددم؟ این چه سپیددم است؟ من اقوال مختلف مفسرین رو آوردم فقط برای اینکه ببینید هیچ کدامشون، و آخر نتیجه گیری و جنبندگی خود این مفسرین رو، این رو مقدمه عرض می‌کنم تا دیگه نیاز نباشه به آیات بعدی من یک به یک اشاره کنم که کدام تفسیر، این تفسیر درست نیست، این درست هست یا این درست نیست. فقط این درباره همین آیه اول که کوتاه هم هست و ساده عرض می‌کنم. بعضی از مفسرین گفتن که شاید این سوگند قسم باشد به همه صبح‌ها،
یعنی خداوند به همه صبح‌ها، همه سپید دم‌ها قسم خورده باشد که والفجر. معنی نمیده. خب چرا؟ چه اهمیتی داره این صبح‌ها؟ بعضی گفتن منظور سپید دم روز عید قربان است، دهم ذی‌الحجه. خب چرا مثلا روز عید فطر نباشه؟ بالاخره اعیاد هر دو عید، عید مسلمانانن. یه فجره. نفرمود که خداوند قسم به چند تا فجر جدو یا والفجرین. فرموده یک فجر، یک سپید دم است. بعضی گفتن مراد صبح ذی‌الحجه است. بعضی گفتن مراد صبح روز جمعه است. جمعه های مختلف زیاده در سال. بعضی گفتن فجر شب مزدلفه است. بعضی گفتن فجر آغاز، منظور آغاز نماز صبح است. بعضی گفتن همه روزه. ببینید اقوال مفسرین رو، شرق و غرب زدن و شرق و غرب رفتن، کسانی که نمیخوان گردن بنهند. این عباراتی که من میخونم متاسفانه از کسی است که به هر حال ادعا این داره که تفسیر شیعه نوشته بر قرآن کریم. یک کلام و یک اشاره به این نداشت، به این که بعداً عرض خواهم کرد. بعضی فرمودن منظور شکافته شدن و جوشیدن چشم سارهاست. باز اینم قول شاذی است. و بعد خود همین مفسر میگوید که هیچ مدرکی بر آن دلالت ندارد. تمام اقوالی که هست اینا فقط قوله، هیچ کدوم مستند به قول پیامبر نیست یا حدیثی نیست. خب پس چه فجری است؟ چه سپید دمی است؟ امام باقر صلوات الله و سلامه علیه یکی از راویان واقعه عاشوراست. میفرماید چه سپید دمی است. میفرماید انها فجر تلک اللیل التي خرج منها الحسین صلوات الله و سلامه علیه. اون سپید دم اون شبی است که حسین ابن علی خارج شد، خائفا مترقبا من مدینه جد، که در حالی که بیمناک بود. بیمناک نه برای بیمناک برای دین رسول خدا، آن حالی در آن حال بیمناکی و در آن حال غربت از مدینه جدشان در آن سپیده دم خارج شدن. این سپیده دمی که خداوند تبارک و تعالی سوگند میخورد و الفجر، آن سپیده دم است. و مطالبی که بعدن میاد در ادامه سوره مبارکه مؤید همینه که اینجا خلاصه عرض میکنم. اما چه اتفاقی افتاد در این سپیده دم؟ داستان داستان تاریخی است. فردا شب انشاءالله، چون شب اول محرم، اون رو عرض خواهم کرد که جریان چه اتفاقی افتاد برای حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه. مکاتباتی شد که یزید مکاتبه کرده بود به والی خودش در مدینه که چه کند و چه کند و چگونه بیعت بگیرد و این مسائل، که فعلا امشب موضوع بحث نیست و فرصت هم نیست درباره صحبت کردن. اما از اینجا وارد مصیبت میشوم که والفجر، اون سپیده دم چه اتفاقی افتاد. حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه برگشتند به منزل. اولین نفر حضرت زینب کبرا صلوات الله و سلام علیها رو صدا زدند. با خواهرشون صحبت کردند. به خواهرشون گفتند که ما عازمیم از مدینه خارج میشویم. خواهر گویی به یاد وعده ای افتادند، وعده پیامبر اکرم، وعده‌ای که پیامبر اکرم داده بودند به حضرت زینب کبرا. صحبت کردند. بعد یک به یک بردان بنی هاشم رو ملاقات کردند، صحبت کردند، خبر از رفتن دادند. مجموعاً از وقتی که از پیش والی مدینه برگشتند تا حرکت حضرت در 28 رجب سال 59 دو شب طول کشید. در این دو شب حضرت یک زیارت‌هایی رو انجام دادن، سه جا تشریف بردن و به روایت امام صادق چهار جا، البته با معجزه تیول ارض. حالا به اون بحث کاری نداریم. اولین جایی که حضرت زیارت کردند، تشریف بردند به قبر سر مزار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. وارد حرم نبوی شدند. دو رکعت نماز خواندند رو به حرم مطهر پیامبر اکرم. بعد مخاطب قرار میدهند جدشون. اللهم هذا قبر نبیک محمد،
خداوندا این مزار پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله است. و انا ابن بنت محمد و من پسر دختر محمدم، من پسر فاطمه اطهرم. و قد حضرنی من الامر ما قد علمت، و به این وضعیتی رسیدم که توی پیامبر میدانی و مرا قرار دادن در وضعیتی که تو میدانی. جد من تو میدانی آن را. اللهم و انی احب المعروف. پیامبر ببینید کار به کجا رسیده است. دختر فاطمه زهرا، پسر فاطمه زهرا صدیقه کبرا باید بیستد در برابر قبر پیامبر اکرم در شهر جدش مدینه، بگوید شاهد باش خدایا که انی احب المعروف، من معروف را دوست دارم. حسین ابن علی که فتح الله به و ختم الله به انقدر غریب شده در شهر رسول الله که باید بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و خدایا شاهد باش. اینی احب المعروف، من معروف. غربت رو تصور کنید، این غربت کجاست، این غربت چیست در دل سید الشهدا، تصورش دل سنگ رو آب می کند. حضرت بیستد این عبارات سوزناک، اشهد پیامبر خدا جد من شاهد باش که اینی احب المعروف و اکره المنکر، من مکروه، من معروف رو دوست دارم، از من منکر هم بدم میاد. و انا اسألو که یا ذالجلال والاکرام، ای خدا از تو میخواهم به حق هاذل قبر، غربت رو فقط تصور کنید، به حق قبر مطهر پیامبرت و من فیه و آن کس که در این قبر است پیامبر. سید الشهدا امام معصوم قسم میده این امت، قسم میده خدا را به حق پیامبر، به حق جدشون، الا مخترت من امری هاذا ما هو لك رضا، آنچه رضای توست رو برای من انتخاب کن و من هم در این مسیر گام برمی‌دارم. این مناجات رو انجام می‌دهد که اهل مسجد در اون لحظاتی که نبود، اطراخانه ها یا کسی در مسجد نبود، لحظات تا نماز صبح بود، میگه راوی خانه های مدینه خانه ای نبود که این صدای سوزناک حسین ابن علی را بشنود و کسی ساکنی از اون خانه روانه مسجد نشه. غربت سید الشهدا رو نگاه کنید، آمده حضرت لحظاتی رو مشغول استراحتن، چشمان حضرت برهم میرود، گویی خوابی یا نیمه خوابی ها حالتی حضرت رو فرا میگیرد، پیامبر اکرم به خواب حضرت سید الشهدا میآیند. چگونه حضرت رو مخاطب قرار میدن؟ یا بنیه یا حسین، ای پسرم ای حسین، که انک عن قریب اراک مقتولا مذبوحا به ارض کربلا، ای پسرم ای حسین، میبینم تو را در زمین کربلا، بدن تو را تکه تکه، مذبوحاً من القفا، از پشت سر یه سر از بدنت جدا کردن. اولین مصیبت خان، هنوز سید الشهدا راه نیفتاده از مدینه، پیامبر اکرم مصیبت میخواند. من اصابتن و انت فی ذالک عطشان لا تسقا، تو تشنه لبی، در حالی که لب تو تشنه است، ده روز است آب ننوشیده ای و این نامردمان تو را آب هم نمی نوشانند. و ظمآنن لا تروا، هرچه به این امت، ظمآن کسی را می گویند که از شد عرب برای مبالغه، ظمآن وقتی میخواد از شدت حرارت و شدت تشنگی خودش وصف کنه میگوید ظمآن. ظما یعنی حالتی به انسان دست میدهد که احساس میکند جگرش آب میشه. هیچ کدام از ما این تجربه رو نداشتیم، چون هیچ کدام از ما این تشنگی رو نچشیده ایم، اما پیامبر اکرم میفرماید فرزند من تو میچشی این تشنگی را، روز عاشورا آنچنان که حس میکنی جگرت آب میشود. و ظمآنا لا تروا و هم مع ذلك لا انا لهم الله شفاعتی یوم القیامه، روز قیامت شفاعتم رو از این امت میگیرم.
اذهب الله برکته عن هذه الامه، خداوند برکتش رو از این امت بگیرد که با تو چنین میکنن. فما لهم عند الله من خلاق. حضرت بیان میکند، راوی میگه پیامبر میدیدم حسین ابن علی میگریست، بعد که بیدار شدم دیدم من، حضرت سید الشهدا میفرماید من گریه میکردم به خاطر اشکهای جدم رسول الله، میدیدم که رسول الله گریه میکند. چه میگفت رسول الله؟ حبیبی یا حسین، ای حبیب من، ای حسین، ان اباک و امک و اخاک قد قدموا علی، برادرت، مادرت و پدرت آمدند به نزد من رسیدند، همه ما انتظار تو را میکشیم، اصحاب کسا پنجتن منتظرند، لکی تدخل علیهم یا ابا عبدالله و هم الیک مشتاقون، ما مشتاق دیدن جمال توییم سید الشهدا، بیا. و ان لک فی الجنه درجات لن تنالها الا بالشهاده، و جایگاهی تو در بهشت داری که این جایگاه رو تنها با شهادتت، با رنگین کردن خون، با رنگین کردن این خاک به خونت در خواهی یافت. حالا حضرت سید الشهدا گله دارند، یا رسول الله، یا جدی، ملل تو دنیا و اهلا، دل آزردم از این دنیا، دل آزردم از این امت، از آنچه این امت کردن بعد تو. این درد دلهای حضرت سید الشهدا است. بعد از حرم پیامبر میان بیرون، کجا متوجهن؟ قبر مطهر مادرشون صدیقه کبرا. تشریف میبرن، میایستن دو رکعت نماز، میافتن بر قبر. یا غریبت جدی، ای غریبه جد من، الی من اشکو، به کی شکایت ببرم؟ و ضلعها یشهد علی مصابها، شکایت از کی ببرم؟ چی بگم؟ آن کس که بازوی شکستش بزرگترین شاهد مصیبت است. حضرت آنجا هم به مصیبتی میخوانند، حضرت صدیقه کبرا هم به رویا میان و روایاتی که هست. بعد قبر مطهر حضرت امام حسن مجتبی یک به یک. اما تمامی این مسیر یک دختر 3 ساله 4 ساله دست عمش رو گرفته، طول این مسیر دنبال پدر را افتاده. این دختر دید که پدر در محراب نماز شبش و این گفتگوها رو شنید که عازم کربلاست. این دختر دختریست به نام فاطمه صغرا یا فاطمه علیله، بیمار که نماند، نماند در مدینه همراه کاروان حسینی نرفت. این دختر نتوانست تحمل کنه دوری پدر را. همه ما میدانیم دخترها، کسانی که دختر دارن میدونن دخترها تعلق دیگری دارن نسبت به پدر. این دختر تو این مسیر، کل این مسیر زیارت، دنبال دست عمه رو گرفته و دنبال پدره، تا اینکه حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه برگشت خانه. حالا یک تقاضا داره، یک خواسته داره، همین: بابا من میدونم میری، میدونم همه رام خداحافظی کردی، با پیامبر خداحافظی کردی، با مادرت حضرت زهرا خداحافظی کردی، ام سلمه رو خداحافظی کردی، یک به یک ودا گفتیم، میدونم، اما یک خواهشی دارم، این عبدالله رضی یا علی اصغر رو بگذار با من. من میدونم نمیتونم همراه شما بیام، بیمارم، اما این بچه رو بگذار، من با این بچه دل آرامی میگیرم. هر وقت به چهره او نگاه میکنم، جمال تو در چشمان من، پیش چشمان من میاد. این پسر رو بگذار همراه من. حضرت سید الشهدا نگاه میکنند به چهره این دختر معصوم، دختر رو در آغوش میگیرن، میبوسن چشمان این دختر رو، عشق از چشمان این دختر میزدایند، جمله میگویند: این فرزند، این کودک 6 ماهه حجت خداوند است بر این مردمان. خداوند قرار است حجت خودش رو تمام کند بر این مردمان، باید ببرم او را. راوی میگه این دختر از لحظه ای که سید الشهدا 28 رجب ودا گفتند مدینه را، و الفجر، اون سپید دمی که ودا گفتند مدینه جدشون رو، تا روزی که راوی خبر شهادت سید الشهدا رو آورد، هر روز دست ام البنین رو میگرفت، میآمد به دروازه مدینه، چشم انتظار باباست و علی است.